خوبه؟ چطوری؟ چه خبر؟ خوش اومدید به یک ویدیو برنامه‌ریزی دیگه با من. امروز قراره با هم راجع به برنامه‌ریزی توی سفر صحبت کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، میخوام بهتون بگم که در حال حاضر میدونم 3 دسته آدم هستن که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. دسته اول کسانی هستن که همین اول قضاوت میکنن، حتی اصلا شاید ویدیو رو نگاه نکنن و صرفا عنوان رو ببینن و با خودشون بگن که نه، مگه میشه برنامه‌ریزی که برای سفر؟ اصلا لذت زندگی پس کجا باید توی لحظه حال زندگی کنیم؟ اگر جز به این دست هستی، خواهش میکنم تا انتهای ویدیو با من باش تا ببینی منظورم از برنامه‌ریزی توی سفر یعنی چی و ببینی چقدر تاثیرگذاره توی کیفیت توی اون سفر. دومین دسته کسانی هستن که خیلی برنامه‌ریزی میکنن برای سفرشون، مخصوصا سفرهایی که از یه شهر به یه شهر دیگه میرن مهمونی، مثلا خونه خاله، عمه، عمو، ماما، بابا، و تصمیم میگیرن که اونجا برن کلی درس بخونن، با خودشون کلی کتاب میبرن، کلی برنامه‌ریزی میکنن و به احتمال 90% هم هیچ کاری انجام نمیدن و فقط از وجدانش باهاشون میمونه. دسته سوم کسانی هستن که اصلا نمیدونن برنامه‌ریزی توی سفر یعنی چی و دلشون میخواد که بیشتر بدونن راجبش و دوست دارن که کیفیت سفرشون رو بهتر کنن. برنامه‌ریزی توی سفر به این منزل نیستش که برای تک تک ثانیه‌هاش برنامه‌ریزی کنید و وقتی که یه اتفاق غیر قابل پیش‌بینی براتون میفته بخواید همه چی رو به هم بریزید، اوقات خودتون رو بقیه رو تلف کنید، بلکه ما برای سفرمون برنامه‌ریزی می‌کنیم، مخصوصا توی سفرهای داخلی که تمام شهرها کلی جاهای دیدنی داره که بتونیم بیشترین مکان‌های دیدنی رو حالا توی اون مدت زمان کمی که توی سفر هستیم ببینیم، لذت ببریم و کیف کنیم و از بودن کنار خانواده و لذت ببریم، حالمون خوب بشه، نهایت استفاده رو از اون سفر ببریم. من 8 مورد تعیین کردم که دونه دونه این موردها رو میریم با هم صحبت میکنیم راجبش. اولی مورد که به نظرم مهمترین مورد، خوندن سفرنامه است. برای خوندن سفرنامه حتما برید سراغ سایت لاست سکند، خیلی سایت خوبیه برای سفرنامه های حتی ایرانی و خارجی که شما میری سفرنامه آدمهای متفاوتی رو میخونید که چه لذتهایی توی اون منطقه تجربه کردن، از چه جاهای خوششون اومده، از چه جاهای خوششون نیومده، که برای شما هم تجربه بشه و اون جاها رو برید و یا نرید، یا اون مکانهای دیدنی رو تو چه زمانی برید ببینید که بیشتر بهتون مزه بده. من خیلی وقتا خوندن این سفرنامه به نظر من قبل از اینکه حتی مقصدتون رو هم انتخاب کنید مفیده، چون که با خوندن چند تا سفرنامه میتونید بفهمید مثلا توی این فصل بهتره این شهر رو برم، بهتره این کشور رو برم یا نه، و یه جورایی توی همین سفرنامه‌ست که اول مقصدتون مشخص میشه. دومی مورد برای کسانیه که مثل ما همه کارا رو خودشون انجام میدن و با تور نمیرن، رزرو هواپیما و هتل و اینا رو خودشون انجام میدن. من رزرو هواپیما رو از سایت تی چارتر انجام میدم، چندین ساله که ازشون راضیم و الانم تیر ماه 1402 که ازشون راضیم، حالا نمیدونم در آینده هم ازشون راضی باشم یا نه. و همیشه هتل و اقامتگاه رو هم از سایت اسنپ میگیرم، رزرو میکنم. تا حالا 2 تا تجربه داشتم که از 2 تا تجربهشم رضایت کامل داشتم و همه چیز همون جوری بوده که توی سایتشون نشون دادن. اگر شما اول تجربتونه و میخواید خودتون این کارو انجام بدید، حالا واسه هواپیما که این سایت خیلی خوب و معتبره، قیمتاش هم مناسبه، اما برای هتل حتما بگردید، کامنت ها رو بخونید، توی حتی سایت های مختلف هم بگردید، مثل جاباما، اقامت 24، اینا همه سایت های معتبر هستن و میتونید برید کامنت ها رو بخونید راجع به اون خونه ها، ببینید یا راجع به اون هتل ها چه نظری دادن. نظرهای منفی رو حتما بهشون توجه کنید، ولی نه اینکه صرفا یک نظر منفی باعث بشه شما اون هتل رو کلا خط بزنید. برید باز کامنت ها رو ببینید، ببینید مردم راجع به اون موضوع دوباره دارن صحبت میکنن یا نه، چون کلا یه چیز سلیقه‌ای دیگه. ممکنه مثلا من یک جا رو بگم اصلا نامناسبه، خیلی کثیفه، ولی به نظر دیگه یه جا خیلی تمیز و مرتب باشه. پس کامنت ها خیلی تاثیرگذارن توی انتخابتون توی هتل. در نهایت من خودم تجربه خیلی بهتر دارم وقتی خودم رزرو میکنم تا وقتی که میرم با تور و تورها به من هتل پیشنهاد میدن. تجربه که خودم داشتم خیلی به نظرم بهتر بوده، هتل‌های خیلی بهتر با کیفیت رزرو کردم. سومین مورد به نظرم مهمترین مورد اینه که حتما یک دفتر، پلنر، برگه حتی مشخص کنید که فقط برای سفرهاتون باشه. من خودم راستش از این پلنر رو روزانه رنگی رنگی استفاده میکنم. دلیلش هم اینه که اولین سفر زندگی مشترک ما زمانی بودش که من سر کار میرفتم و این پلنر رو با خودم سر کار میبردم هر روز، و اونجا که سفرنامه خوندم ناخواسته داخل همین دفتر دیگه همه چی رو یادداشت کردم و دیگه این دفتر شد برای ما دفتر
سفرمون که همه جا هم با خودمون میبریم و حالا جلوتر راجبش بهتون میگم. حالا میگه چیکار میکنید توی این دفتر؟ شما از توی سفرنامه ها تمام مکانهای دیدنی، رستورانهای خوب اون منطقه رو مشخص میکنید و داخل دفترتون یادداشت میکنید. یادداشت میکنید که چه جاهای دیدم. مثلا این برای من برای شیرازه که همه مکانهای دیدنی حتی رستورانها رو هم یادداشت کردم. و شما بر اساس این مکانهای دیدنی اون شهر و حتی روحیه خودتون و همسفراتون تصمیم بگیرید و یادداشت کنید که هر روز اون سفر کجا برید، چی کار کنید. مثلا من میدونم روز اول مسافرتم احتمالا که خیلی خسته باشم زیاده و مثلا هم دارم میرم شیراز، پس با خودم میگم که خب پریسا تو مثلا تا بری بخوای استراحت کنیم چه غروب، پس همون یه دونه بری مثلا باغ نارنجستان کافیه و بعد از اونجا اگه بری حافظیه دیگه خیلی خوبه، چون مثلا من توی سفرنامه خوندم که حافظیه شبش خیلی قشنگ تره، پس اول میرم نارنجستان و بعد میرم حافظیه. و اینجوری مشخص میکنی روز اول من اینجاها برم، روز دوم اینجاها برم، این موقعیت مکانی، روز سوم اینجا، و بر اساس اون موقعیت مکانی که اون روز هستید و رستوران های خوبی که نوشتید تصمیم میگیرید روز اول کدوم رستوران برید، روز دوم کدوم رستوران برید که نزدیک اونجایی باشه که شما رفتید. نمیدونم خوب توضیح دادم یا نه، ولی در کل منظورم اینه که واسه روزانه‌تون بر اساس روحیه خودتون برنامه‌ریزی کنید که کجا جای دیدنی برید و چه کارهایی انجام بدید و کدوم رستوران برید. اینجوری دیدتون خیلی بازتره وقتی که توی سفر هستید، نمیگید خب حالا کجا برم، حالا از این بذار بپرسم ببینم کجا قشنگ‌تره، فلانی میگفت اینجا قشنگ‌تر، بذار حالا بریم اینجا، مثلا یکیش این سمت شهر، یکیش غرب شهر، یکی شرق شهر، و باعث میشه که شما کلی زمان رو توی مسیر باشید. ولی شما وقتی که به صورت روزانه برنامه ریزی کنید دستتون میاد. و تبصره مهمش اینجاست که خواهش میکنم اگر یهو اتفاقی افتاد، مثلا تو سفرهایی که تعداد آدم زیاده، یهو نتونستید به یه مکان برسید، یه جایی که دوست داشتید و ببینید، یه کاری که دوست داشتید انجام بدید، اعصاب خودتون و همسفرتون به هم نریزید، منیجش کنید، تو روزهای بعد یه سری تغییرات بدید. اگر اون مکان خیلی دوست داشتنیه براتون، روز بعد برای خودتون بذارید، یکی از مکان‌ها رو حذف کن یا اون کاری که دوست دارید رو انجام بدید و مدیریت کنید. هدف ما از سفر لذت بردن و خوش گذروندنه. نمیدونید چقدر تاثیر داره این کار توی لذت بردن از سفرتون و دیدن مکانهای مختلف، مخصوصا اگر مثل ما کسانی هستید که سفرهاتون محدوده. ما معمولا سفرهامون منوط بشه به 3 یا 4 روز و طبیعتا گشتن توی شهرها برای ما خیلی سخت‌تره، چون که مکانهای دیدنی شهرامون خیلی زیاده و من خودم هم عاشق آثار تاریخی ام و دلم نمیخواد حتی یک دونهشو جا بندازم، با اینکه حالا خیلی وقتا هم جا میمونه، ولی خب سعی میکنم اون مهمتریناشو حتما جدا کنم و توی اون روزا ببینم و باعث میشه که کیفیت زمانمون و کیفیت اون سفرمون خیلی زیاد بشه و با دل خوش واقعا من از اون سفر برگردم. چهارمی مورد، این دفترچه یا اون برگر رو با خودتون حتما توی سفر ببرید، چون شما اینا رو اینجا یادداشت میکنید و خب با خودتون تو سفر نبرید انگار همه چی پوچ شده. ولی مهمترین چیزی که توی مورد میخوام بهتون بگم اینه که وقتی این دفتر با خودتون میبرید، هر شب خرج و مخارج اون سفرتون رو یادداشت کنید. من الان مثلا واسه شیراز رو نوشتم، الان شما تصور کنید واسه سال 97 نهار 54,000 تومان، فالوده 24,000 تومان. اول از همه وقتی که شما اینا رو یادداشت میکنید میتونید آخر سر جمع‌بندی کنید که کجا خرج اضافه داشتید، مخصوصا تو اوضاع اقتصادی الان، و کجاها خرج سوقاتی کردید، کجا خرید اضافه کردید و اصلا این سفرتون، فقط سفرتون هزینه‌اش چقدر شده، که در سفرهای بعدی بتونید اگر دوست داشته باشید البته صرفه‌جویی بکنید. و همین که وقتی بگیم می‌خوایم بریم سفر نگیم که سفر خیلی گرونه، متوجه بشیم بابا اون خریدی که داریم در کنار سفر انجام میدیم باعث میشه که سفر به نظرمون هزینه‌اش زیاد بشه. و در نهایت هم نوشتنش باعث میشه که بعد از سالها نگاه کنید و با خودتون بگید که وای چقدر همه چی ارزون بوده، یا مثلا چقدر خوب خوش گذروندیم، مثلا من الان این فالوده 24,000 تومان دقیقاً یادمه که چه فالوده‌ای بوده، انگار توی ذهنم تصویرسازی میشه و یادم میفته اون لذت خاطرش برام جذاب‌تره. ولی خب خیلی جالبه دیگه، من کلی اطلاع دارم از سفرهام اینجا.
امیدوارم که این دفترچه‌ام پر بشه. البته انجام مورد حتما لیست چیزایی که باید با خودتون توی سفر ببرید رو توی این دفترتون یادداشت کنید. حالا من خودم توی این دفتر می‌نویسم، اما شما میتونید توی یه برگه ببرید، چون دیگه نیازی نیست با خودتون جایی ببرید دیگه. فقط باید هر کدومو که برمی‌دارید یه تیک بزنید. وقتی که شما لیست چیزایی که با خودتون توی سفر می‌خواید ببرید و می‌نویسید، چمدون جمع کردن براتون خیلی راحت‌تره و چیزی از یادتون نمیره. من یک بار این کارو نکردم و گفتم ولش کن دیگه، همینجوری تو ذهنم هست جمع می‌کنم. شب باورتون نشه ولی شناسنامه‌مون یادمون رفت. پس خیلی مهمه که کوچکترین جزئیاتو بنویسید. یعنی مثلا بنویسید حتی فلان مانتو، فلان شارژر، شناسنامه، اینا توی لیستتون باشه که از یادتون نره. توی سفرهای جاده‌ای هم خیلی جواب میده که وسایل و خوراکیایی که باید با خودتون ببرید و بنویسید. چیزای کوچیکی مثل قند، نمک، اینا خیلی کوچیکه ها، ممکنه یادت هم نره، حتی انقدر تو ذهنت بگیره، ولی تو لحظه خب چون سرعت عمل بالاست یادت میره، باعث میشه که خیلی چیزها رو از دست بدی، درد سرساز نبودشونم. پس حتی واسه سفرهای جاده ای هم تمام وسایل خوراکی که میخواید با خودتون ببرید و قصد دارید توی سفر میل کنید رو بنویسید که از یادتون نره. اسم مورد که من از وقت دوره برنامه‌ریزی فردی رو شروع کردم متوجه شدم اینه که بچه‌ها میگفتن توی سفر چیکار کنم، چجوری برنامه‌ریزی کنم. آقا توی سفر فقط لذت ببرید، از سفرتون لذت ببرید. احتمال اینکه هیچ کاری هم انجام ندید خیلی زیاده، پس کلی برنامه نریزید برای خودتون که مثلا این کارو می‌کنم اون کارو می‌کنم. فقط لذت ببرید از اون سفرتون، نه بخواید درس بخونید، نه بخواید آموزش ببینید، هر چیزی، اصلا هر چیزی که ممکنه نیاز داشته باشه حتما اون کارو انجام بدید رو نذارید توی برنامه‌تون. فقط از اون سفرتون لذت ببرید و به نظر من سعی کنید حتما با خودتون توی سفر یک کتاب خیلی سبک ببرید، کتابی که مثلا ممکنه یک جا یک زمانی رو پیدا کنید که سکوت باشه، آرامش باشه و بتونید یک صفحه از اون کتاب رو بخونید. من خودم تمام خاطرات کلیدی که از سفرام دارم مربوط میشه به اون زمانهایی که من داشتم کتابا رو می‌خونم. اون کتابا برام شدن انگار یادآور خاطرات اون سفر. مثلا وقتی که کیش رفت توی ساحل مرجانی ها، مامانم اینا با مسعود رفتن جلوی اسکله ماننده رفتن جلو، ولی من نشستم اونجا رو نیمکت لب دریا و کتاب خوندم. یعنی دقیقا جز اون خاطرات کلیدیمه. یا وقتی که رفتیم اصفهان توی هشت بهشت اون محوطش نشسته بودیم و من اونجا کتابم دربدم، کتابم همیشه همراهم همه جا میبرم دیگه، چون میگم بخاطر میگم یه کتاب سبک ببر. نشسته بودیم توی اون محوطه، من چند صفحه، شاید دو صفحه سه صفحه کتاب خوندم و مستم داشت از اون طبیعت، از اون سکوت لذت میبرد. ولی قشنگ اون احساسات، اون آرامش سفر رو من توی اون لحظه ها هنوز با خودم دارم. نمیدونم، فکر کنم به خاطر اینکه کتاب میخوندم انگار متمرکز بودم، باعث شده اون لحظه با تمام جزئیات توی خاطراتم ثبت بشه. ولی خب پیشنهاد میکنم حتما توی سفرتون اینو داشته باشه، چون من همون موقع هم یه کامنت گرفته بودم با این عنوان که چرا مثلا مگه آدم میره سفر کنار همسرش کتاب میخونه؟ بگید با هم بخندید، صحبت کنید. مطمئنا چون اون شخص تجربهشو نداشته نمیدونه که اون سکوت، اون لذت مطالعه، اون آرامشی که اون لحظه بین من و همسرم بوده چقدر با ارزش بوده، یا وقتی توی کیش بودم بین خودم بوده چقدر برام با ارزش بوده و جزو خاطرات کلیدیم شده. لذتش جوریه که اگر یک بار تجربهش کنید دوباره انجامش میدید. و مهمترین مسئله لذت بردن از طبیعته. حتی اگر سفری دارید میرید مثلا فقط مکانهای دیدنیشو ببینید، دیدن یک گل کوچولو یا یک درخت اون منطقه باعث میشه که اون خاطرات، اون سفر خیلی براتون شیرین تر بشه. پس از طبیعت واقعا لذت ببرید و به جزئیات دقت کنید و نگاه کنید و سعی کنید که اون زندگی شلوغ، گرفتاری، هدفایی که داشتید توی زندگی عادی رو فراموش کنید و فقط به بودن در لحظه حال توجه کنید. هفتمین مورد، به نظر من نمیدونم درسته یا غلط، سفر جای خوابیدن نیست. البته سفر داریم تا سفر، مثلا خب کسی که داره میره آنتالیا و میخواد بره ریلکس کنه، آره میتونه خیلی ریلکس بخوابه تا ساعت مثلا 9 10 صبح. ولی واسه من نوعی، اگر بخوام برم یک سفر طبیعتی مخصوصا شمال، معمولا ما 5 صبح از خواب بیدار میشیم که بریم طلوع آفتاب رو توی طبیعت نگاه کنیم. معمولا هم چون سفرهایی که میریم تو دل کوه هستن، میریم کوه نوردی میکنیم یا یه ذره پیاده روی میکنیم تا از اون طبیعت، از اون سکوت لذت ببریم. ما یک سفر داشتیم به جوارده و وقتی که 5 صبح بیدار شدیم، تنها کسایی که بیدار بودن مثلا چوپان بود و گوسفنداش، یا خانومی بودش که گاوهاشون رو داشتن میبردن به چرا.
خیلی قشنگه. یعنی اون صحنه که خب من دیدم رو قطعا کسی که ساعت 9 صبح بیدار شده ندیده. و از اون طرف وقتی که بالای کوه رفتیم مه خیلی قشنگ، اون تراوت صبح خیلی زیبا بود. پس به نظر من اگر دارید همچین سفر طبیعتی میرید، یک بار امتحان کنید و طلوع آفتاب رو اینجوری نگاه کنید. قطعا از این به بعد سفراتون رو ساعت 5 بیدار میشه تا طول آفتاب رو اونجوری ببینید. و حالا برای سفرهایی که معمولا دیدنی هستن مثل اصفهان، مثل شیراز، ما معمولا ساعت 7 تا 7 و نیم بیدار میشیم تا بریم صبحونه بخوریم آماده بشیم، نمیشه ساعت 9 صبح. و فکر کنم 9 صبح خیلی ایدئال باشه از اینکه از روزمون نهایت استفاده رو ببریم، چون ما معمولا توی سفر شب زود میخوابیم دیگه، چون خسته میشیم در طول روز، شب راحت زود میخوابیم، بیدار شدن برامون خیلی راحت تره. هشتم مورد و آخرین مورد اینه که توی سفر از پوستتون غافل نشید. شبا با آرایش نخوابید، کرم نرم کننده مرطوب کننده بزنید، بالم لب حتما با خودتون ببرید اگر مثل من هستی، چون من معمولا بعضی مکانایی که میریم خیلی لبم خوش میشه ولی وقتی بالم لب میبرم یک شب میزنم دیگه همه چی اوکیه. و همین، اینم از چند تا راهکار کوچولو که باعث میشه از سفرتون لذت ببرید، برنامه‌ریزی کنید و کیفیت سفرتون بیشتر میشه که مهمترین مسئله است توی این اوضاع اقتصادی که سفر رفتن واقعا یه کار سخته در حال حاضر. هزینه‌اش به اندازه کافی زیاد هست ولی شما سعی کنید از این هزینه‌ای که میکنید لذت ببرید. امیدوارم ویدیو مفیدی بوده باشه براتون. مواظب خودتون باشید. خدافظ.